با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریعلا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. امروز نوبت خانم میرزادگی است که مطالبی رو با شما در میان بگذارند و سراپا گوشیم. با سلام بر شما. در 2 هفته‌ای که گذشت در کنار همه مسائلی که برای میراث فرهنگی و میراث طبیعی وجود داره که بیشترش تخریبه، 2 مسئله مهم پیش آمده که حتما همه در موردش شنیدن. مورد اول مسئله خلیج فارس که در واقع پس از اینکه فدراسیون کشورهای، یک فدراسیونی هست که در واقع تمام کشورهای اسلامی زیر اون جمع میشن و المپیک اسلامی رو، کشورهای اسلامی رو خواهند داشت و گویا امسال سال 2 بوده، نوبت این بوده که در ایران این برنامه اجرا بشه. آقای بشیر ترابلس که در واقع رئیس این فدراسیونه قبل از برنامه آمده در ایران، رفته به ایران و گفته که کشورهای، رؤسای کشورهای عربی که در واقع ورزشکارانشونو میفرستن به ایشون پیغام دادن که باید تمام بروشورها و تمام تبلیغات و حتی مدال‌هایی رو که به قهرمانان ورزش داده میشه روش فقط نوشته باشن خلیج یا خلیج عربی. و وقتی که مقامات ایرانی، مقامات ورزشی در واقع مخالفت میکنند، یعنی شوکه میشن از این حرف، این آقا میگه که ما اگر که خلاف این باشه شرکت نمی کنیم. وقتی که این رو میگن گویا عده‌ای در، مثل آقای رحیم مشایی، اینا هم گویا حضور داشتن و ورزشکارها عکس العمل نشون میدن، ولی مقامات هیچ عکس العملی برای 24 ساعت نشون نمیدن. اما خوشبختانه بعد اعلام میکنن که ما به هیچ عنوان زیر بار چنین ننگی نمیریم که به خاطر یک ورزش، یک مسابقات ورزشی نام خلیج فارس رو عوض بکنیم. و البته کمیته نجات در همون وقت اعلامیه‌ای داد که در این اعلامیه هشدار داده بودن که این شوخی بردار نیست. البته این مسئله که چگونه هست، من یک بار دیگه در این برنامه تاریخچه این وضعیت رو گفتم و اینه که حکومت جمهوری اسلامی به خصوص سازمان میراث فرهنگی همیشه با این کشورهای اطراف خلیج فارس کوتاه میان و امتیاز بهشون میدن، برای اینکه همش میخوان خودشون رو در کنار اونا جا بزنن و اونها هم در واقع این مسئله رو دریافتن و به خاطر این به گروکشی و در واقع عکس العمل‌هایی میپردازن که ناچار میشه الان کار به اینجا برسه که دیگه گویا برنامه ورزشی هم خوشبختانه به هم خورد. و این البته من شنیدم که این بروشورها و پوسترها و مدالها رو همه رو آماده کرده بودند. وقتی که اینا آمدند آماده بودش، برای که بلافاصله روز بعدش من حتی دیدم عکس مدالها رو هم چاپ کردن که روش نوشته بودش خلیج فارس. خب بله، برای اینکه حالا یا اونها این رو چرا این کار کردن یا بهانه میخواستن بگیرن، یه اتفاق بوده دیگه. به هر حال هر چی بوده در واقع خواستن امتحان کنن و چقدر خوب بوده که این عکس العمل رو نشون دادن مقامات ایرانی و عدو شود سبب خیری شد که بالاخره بعد از این همه سال دولت و سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت که نام خلیج فارس رو در فهرست میراث معنوی و همینطور میراث فرهنگی ثبت کنه. یعنی الان از میراث ثبت شده ماست، نام خلیج فارس، و قرار بر اینه که به یونسکو بره و بره جزو میراث جهانی، در کنار اون که به هر حال الان یک تصویری هم روی تلویزیون هست که میبینید در سازمان ملل هم آخرین تصویری که از نقشه ایران هست از خلیج فارس به نام خلیج فارس یا پرشین گلف نام برده شده. اما این وسط یه مسئله خنده‌دارم بوده آقای نوریعلا، آقای رحیم مشایی که همیشه یا از این ور میفتن یا از اون ور، یا سکوت میکنه راجع به این مسائل، یا الان زده به سیم آخر همینطور هر جا میره راجع به در این همایش خلیج فارس صحبت میکنه، و از جمله یکی از حرفایی که زده گفته نام خلیج فارس 30 میلیون ساله که وجود داره، یعنی قبل از خلقت آدم 30 میلیون ساله. به هر حال این نام رو ما نمیدونستیم، 30 میلیون سال خلیج دریای پارسی که من توضیحشو دادم از 30 میلیون سال بود. در جریان این چیز جالبی هم که بود این بود که تو برنامه هایی که تلویزیون بلافاصله به سرعت تهیه کرد و سخنرانی هایی که شد و کنفرانسی هم بله همایش خلیج فارس بوده از قبل قرار بوده. بله منظور اینه که در چون اینها با هم مصادف شد یک مقدار بحثا بله. اون چیزی که جالب بود این بود که یک مرتبه این شاهان هخامنشی که مورد انکار هستن قرار گرفته بودن مدتی، اون آقای چوچیه اون بله. پور پیرار اصلا گفت تو هخامنشی وجود نداره، اینا نبودن و اینا این همه خرج کردن پول گذاشتن در اختیار او که حرفاشو بزنه. یک مرتبه بعد دیدم که همش راجبی صحبت میکنن که داریوش کبیر نمیدونم کشتی های خودش تو اصلا یه پادشاهی که وجود خارجی نداشته یه مرتبه ظاهر شد و همونطوری گفتید خوبه. نه بسیار خوبه، بسیار خوبه تا باشه چنین باشه که انکار نکنن، دروغ نگن، حمایت بکنن از میراث فرهنگی و چقدر خوبه. مورد دیگه‌ای که در یکی دو هفته گذشته خیلی سر صدا و جنجال راه انداخته بود ولی بلافاصله سر صداش خوابوندن، مثل همه دعواهای درونی هیئت حاکمه ایران، دعوایی بود که بین آیت الله ها، رهبران مذهبی و دولت به وجود اومد. اصل ماجرا به این شکل بود که در آقای احمدی نژاد تصمیم میگیره که سازمان حج رو با سازمان میراث فرهنگی ادغام بکنه. من دقیقاً روزی رو که همچین تصمیمی گرفته شده در یک کنفرانس اداری خبر ندارم، ولی احتمالاً میتونه پس از حادثه‌ای بوده که در عراق در ارتباط با زوار حاجی‌ها یه همچین چیزی ممکنه باشه و ممکنه قبل از اون باشه. اون چیزی که مسلمه فکر کنم قبل از اون بوده، برای اینکه ببینید اینا ادغام کردن، رئیس رو برداشتن، یک رئیس جدید گذاشتن، اینا یه پروسه رو طی می‌کنه. نه برای اینکه این اون موقع اون پروسه قبل از این بوده، آخرین مرحلهش که هفته گذشته بوده این آقای رئیس چیز رو سازمان حج رو عوض میکنن. مسئله به این شکل بود که تصمیم میگیرن که خب سازمان حج هم بیاد بره زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، و صدای اولین کسی که اعتراض میکنه در واقع آیت الله، یکی از آیت الله ببخشید به هر حال یکی از آیت الله های مهم که وجود داره، حالا من میرسم بهش میگم که کدوم از این آیت الله ها هست، ایشون اعتراض میکنه و که این کار درست نیست، اصلا قانونی نیست، در حالی که این دو سازمان زیر نظر نخست وزیریه و اگر همچین اتفاقی میافتاد با قوانین خود جمهوری اسلامی هیچ مشکل قانونی نداشت. ولی به هر حال این اعتراضا سبب میشه که ماجرا منتفی میشه و آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کار به جایی میرسونه که میگه که اصلا این مسئله یه ننگیه، بد، زشته، اصلا حجو میاره در سطح پایین اگر که چنین اتفاقی بیفته. ولی برای اینکه ما در واقع قبل از اینکه بپردازیم که چرا از نظر آیت الله ها و 40 تن از مراجع تقلید و شورای نمایندگان شورای اسلامی که همشون از روحانیت گروه روحانیت هیئت حاکمه هستن، همشون اعتراض کردن، قبل از اون یک مختصری راجع به تاریخچه اصلا میراث فرهنگی صحبت کنیم که این سازمان میراث فرهنگی اصلا چی بوده، که اصلا کی در ایران به وجود اومده. در سال 1304 خورشیدی، یعنی همزمان با وقتی که رضا شاه به سلطنت رسیده بود، یک آقای تیمورتاش، عبدالحسین تیمورتاش که یکی از رجال اون زمان بود، به فکر میفته که یک مؤسسه‌ای درست کنه به نام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، که کار این انجمن هم این باشه که، یعنی عنوانی که دقیقاً نوشته بودن اینه که به منظور معرفی و بزرگداشت بزرگان و مفاخر فرهنگ و تمدن ایران و اهتمام به حفظ و نگهداری آثار تاریخی و ملی. یعنی در واقع اینها در اون زمان پس از اینکه از انقلاب مشروطیت، که در واقع یکی از حرکت‌هایی که در انقلاب مشروطیت بوده، بازگشت به اصل ایرانی بودن بوده و فرهنگ ایرانی، این توجه خاصی داشتن روشنفکران و افراد مهم فرهنگی اون دوره به این مسئله که بتونن به مردم بگن که شما یک هویتی دارین که این هویتتون ایرانیه و این گذشته ای رو دارین و یعنی شما مفلوک و بدبخته، چون جهانی که از جهان ما اون موقع از دوره قاجاریه اومده بود بیرون، مفلوک، بعد اصلا یه وضع فلاکتباری بودیم و میخواستن این روشنفکران به مردم بگن که شما به هر حال اصلی دارید که اصلتون چنینه و اینها رو تشویق بکنن برای اینکه از اون فضای هراسانگیز دوره قاجار بیان بیرون. پس از اینکه عبدالحسین خان تیمورتاش چنین تصمیمی رو میگیره، عده‌ای از روشنفکران و شخصیت‌های بسیار برجسته اون دوره که این اسامیشون هست حسن مصطفی، حسن پیرنیا که مشیر دوله معروف که تاریخ ایران رو نوشته، محمد علی فروغی، حسن اسفندیاری، فیروز میرزا فیروز، نصر الله تقوی و کیخسرو شاهرخ که از زرتشتیان با فرهنگ اون دوره بود، اینها جمع میشن و عده‌ای البته دیگر جمع میشن و این مؤسسه رو راه میندازن. در واقع اولین NGO به قول فرنگیا و اولین نهاد غیر دولتی تاریخ ایران برای حفظ و نگاهبانی از تاریخ، از فرهنگ ایران و در این حال از حفظ و مرمت آثار باستانی در 1304. در 1311 پس از اینکه قانون حفظ عتیقه‌جات چیز میشه، تصویب میشه. در واقع وزارت فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ دقیقش اسمی که داشته میشه، بله میشه وزارت فرهنگ، و اون قانون حفظ آثار باستانی یا قانون عتیقجات بوده و اداره‌ای در وزارت فرهنگ تأسیس میشه که اون اداره در واقع کارش حفظ و از آثار و مرمت و باستانشناسی و این چیزا بوده. اما این سازمان که انجمن مفاخر فرهنگ ایران هم این کار رو همچنان ادامه میده تا زمان انقلاب، یعنی در عین حالی که به نوعی با دولت ارتباطی داشتن ولی مستقل بودن و در واقع از بهترین کتاب‌ها و کتاب هایی که در ارتباط با باستانشناسی، تاریخ، فرهنگ، زبان، جغرافی، همه چیزهایی که مربوط به ایران بوده، بیش از در واقع 150 عنوان کتاب های چند جلدی تو این سالها در میاد که بعد از انقلاب البته میبندن اینجا رو، این مؤسسه رو بعد از 2 سال باز میکنن و الان هست. اما خب ما بعدن راجبش صحبت میکنیم که این بودنش در واقع اصلا هیچ شباهتی با اون بودن قبل از انقلاب نداره. قبل از اینکه رد شیم، من خاطرم هستش که یکی از اقدامات این انجمن دستور فردوسی رو حتما، بله خیلی مسئله، فردوسی، حافظ، سعدی، بله. اینا همه کار اونها بود دیگه، یعنی آرامگاه بزرگ، بله. حتی کوروش در کوروش مرمت مثلا می‌خواستم کنم، ولی اینا رو ساختن و آرامگاه خیام، بله اینا همه کاره بود. بله اصلا همین کشف دوباره، در واقع کشف درست فردوسی در همین، یعنی همین انجمن این کارها رو کرده. به هر حال اینا مردمان با فرهنگی بودن که اصلا الان من واقعا امروز داشتم فکر میکردم، اونها رو مقایسه میکردم با سازمان میراث فرهنگی، افرادی که الان در اونجا هستن، یعنی اصلا حیرت انگیزه. حتی شاگرد کلاس اول یک کدوم از اونها هم نمیتونن اینا بشن که اونها چقدر آدمای با فرهنگ خارج غرب آشنا بودن، درکی داشتن، عشق داشتن. به هر حال در دهه 1140 خورشیدی وزارت فرهنگ تبدیل به 3 وزارتخونه شد با نامهای وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و هنر، که وزارت جدید فرهنگ و هنر یک صاحبه معاونی شد که اون بخش معاونت کارش همین کار میراث فرهنگی بود. و بعد در سال 1150 از اونجا که همه کشورهای دنیا جهانگردی و میراث فرهنگی به هم در واقع در کنار هم کار میکنن، این دوتا با هم ادغام شدن. در سال 1150 با هم ادغام شدن، یعنی مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی در سازمان برنامه و بودجه در واقع رفت زیر یک معاونت. سازمان میراث فرهنگی اسلامی که در واقع از انقلاب شروع میشه، ما همطور که میدونیم بعد از انقلاب تقریبا هر چی که وجود داشت اینها سعی کردن برای اینکه گسترش نفوذ خودشون رو در کشورهای دیگه، در کشورهای اسلامی گسترش بدن و همینطور در داخل ایران. علاوه بر اینکه تمام مؤسسات رو اسلامی کردن، حتی مفاهیمی رو که در دنیا هم بود اینا برداشتن و اسلامیش کردن، مثلا حقوق بشر اسلامی، دموکراسی اسلامی، فمینیزم اسلامی، که البته این فمینیزم اسلامی در واقع اینها از قبل کشورهای اسلامی زنها مثل کشورهای مصر، ترکیه، عراق، اینها کسانی بودن که تلاش کرده بودن زنهاشون یه چیزی به نام فمینیسم اسلامی روشون گذاشته بودن، ولی اونها قصدشون این نبود که در واقع زنهای مسلمان رو از غربی جدا کنن یا حقوق متفاوتی رو برای اینا قائل بشن. اینها کار قشنگی که شروع کرده بودن این بود که بیان مسائلی رو که مربوط به زنان هست و در احکام اسلامی هست و اینها قرنها ازش گذشته، اینها رو بروز کنن، امروزی کنن تا فشار روی زنهای مسلمان کمتر بشه. مثلا حتی بسیاری از زنها اومدن گفتن، مثلا تعریف کردن که حجاب مثلا چگونه بوده، پس لازم نیست الان حجاب داشته باشن و از این چیزها. اما در کنار همه این اسلامی کردن ها، بیشترین اسلامی شده ها بخش همین میراث فرهنگی و در واقع گردشگری بود یا توریسم که اسمش گذاشتن توریسم اسلامی. بعداً البته آقای رحیم مشایی از این کارهای عجیب و غریب کردن، ولی اونها اومدن حتی قوانین مربوط به میراث فرهنگی رو که تا قبل از اون فقط میپرداخت به مسائل فرهنگی و مسائل باستانشناسی، تاریخ و در واقع تمام مذاهب رو در واقع زیر این مسئله، زیر میراث فرهنگی و تاریخی ایران قرار می گرفت. یعنی این کاملا نشون داده می شد که ما صاحب مذاهب مختلفی هستیم، گوناگونی هستیم و فرهنگ های مختلفی داریم، زبان های مختلفی داریم، اما در مجموع یک ایرانه که همه چیز در این ظرفه. اینا آمدن همه رو کردن یا اسلامی یا ایرانی اسلامی و حتی در یکی از این مواردی که اینها تأکید کردن روش در اساسنامه اینه که دستیابی به شناخت جامع، متوازن و عمیق از گستره جغرافیایی و تاریخی، حضور و نفوذ و تمدن ایرانی اسلامی در حوزه میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس. و مورد دیگه هست که میگه تعامل هدفمند و سازنده بین المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی در بخش میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری. به هر حال کار به جای این رسید که ولی تا زمان آقای نخست وزیر احمدی نژاد، ببخشید رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، همه چیز در واقع درست اسلامی شده بود. ولی بعضی کسانی که اونجا نشسته بودن آدمایی بودن که مطلع بودن، یعنی باستانشناس بود اون آقا، اما باستانشناسی بود که به هر حال با این حکومت کار میکرد و در این حالی که به امامزاده و امام و سقاخونه و امام قنات و این چیزا میپرداختن، ولی در نگاهی هم به میراث ایرانی فرهنگی ما داشتن. اما آقای رحیم مشایی که آمدن اصلا پاک همه چیز رو به هم زدن و اعلام کردن که اصلا ما حتی به توریست خارجی هم احتیاج نداریم. خارجی منظورشون غربی بود، ما توریست مسلمان میخوایم و آوردن و مسلمان کردن، همه چی رو اسلامی کردن. اما نکته‌ای که الان ما وقتم کم داریم، برگردم به مسئله آیت الله ها به این شکل که الان، یعنی در 2 هفته گذشته، آیت الله ها معترض بودن و همشون و به خصوص مثلا رئیس مجلس آقای آیت الله ریشهری، آقای نمیدونم رهبر، همه اینها میگفتن، همشون گفتن که برای حج این سرشکستگیه که بره زیر نظر، یعنی ادغام بشه، نه اینکه زیر نظر، ادغام بشه با سازمان میراث. و همطور که گفتم بدترین حرفش هم آقای لاریجانی زده و میگه حج که یک مسئله فرهنگی و اجتماعی و عبادیه چگونه میشه بره زیر نظر سازمان میراث فرهنگی؟ اصلا سازمانی که اسمش فرهنگیه و این میراث فرهنگیه برای اینا معنای فرهنگی نداره. من خیلی به این گفته های آقایان آیت الله ها و رهبران مذهبی که با فشار هرچه تمامتر کاری کردند که گفتن موضوع منتفیه، یعنی خیلی چیز حیرت انگیزیه. رئیس جمهور دو تا سازمان زیر نظرش رو ادغام کرده و اینها اومدن گفتن ما قبول نداریم و گفتن باشه چشم، همه چی منتفی شد و همه چی برگشت سر جای خودش. و این مسئله خیلی اهمیت داره الان که چرا آقایان آیت الله ها که همشون تقریبا بدون استثنا اکثر اینها طرفدار اصولگراها هستن، طرفدار آقای احمدی نژاد هستن، اما حاضر نمیشن که حج رو بفرستن زیر نظر سازمان میراث فرهنگی. آیا این آقای رحیم مشاییه که اینها ننگ دارن از اینکه سازمان حج رو بفرستن زیر نظر ایشون؟ اگر ایشون چنین آدمیه که بده، برای حج بده، ننگینه، شرماوره که بره زیر نظرش، چرا اصلا ایشون هستن؟ چرا ایشون یه همچین مقامی رو دارن؟ و اگر که نه، ربطی به ایشون نداره، ربط به سازمان میراث فرهنگی داره که بده، که این هم میتونه یه نظر باشه، چون از دید آیت الله ها، از آیت الله خامنه ای گرفته که در واقع گذشته ایران رو به عنوان جباران تاریخ نام میبره، ممکنه این آیت الله هم از این نظر شرمشون بیاد که نکنه چون این سازمان فرهنگی با همه اسلامی شدن ناچار گاهی دستی سر گوش اون ویرانه هایی که خودش به وجود آورده بکشه. از اون نظره اینها همه مورد سؤاله، باید پرسید. اون آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی بپرسن و بگن از آیت الله ها که توضیح بدن برای مردم که چرا ننگ دارن یا کراهت دارن یا شرم دارن از اینکه حج بره زیر دست سازمان میراث فرهنگی. شایدم درآمد حج اونقدر بالاست که آیت الله ها ترجیح میدن زیر نظر خودشون باشه.